سلام عزیزان من گلنار هستم و امیدوارم تو این چند هفته لذت دارین میبرین از خواندن کلام و تعمق در اون همونطور که تو این چند هفته شما بعد از هم میدونید و شنیدید که عزیزان با همدیگه داشتن در مورد کلام خوندن و لذت داشتن از اون با همدیگه یه سفری گذراندن، میخواستیم از شما بشنویم برده جان شما سالها هستش. از کودکی داری کلام کلامو میشنوی و میخونید. و میخواستیم از تجربه شما بشنویم که این کتاب، این داستان عشق خدا که برای ما نوشته شده چطور در فصلهای مختلف با شما سخن گفته؟ و ما راجع به کلام زنده و مختدر صحبت میکنیم. بی نظیره. عیسی مسیح کلامی است که اومد و مجسم شد اینجا و کلام نوشته شده خدا هم داریم خدا رو شکر بر این کلام کلام بی نظیره. در کتاب مقدس بی نظیر راجبه کلام صحبت شده یعنی ما با خود خدا قادر مطلق که محبت روبرو هستیم و کلام نوشته شدم که از اونه در آغاز کلام بود کلام نزد خدا بود و کلام خدا بود از این بهتر چی میتونیم بگیم خیلی زیبا و میتونم بعد اصلا من همیشه شما خ... خودم شما رو دیدم که چقدر عشق داری برای کتاب مقدس و وقتمون شاید خیلی کوتاه هستش که میتونیم خیلی در مورد کتاب مقدس حالا صحبت بکنیم ولی آیا وقتی بوده که یا خیلی سرزون شلوغ بوده یا شاید حتی حوصله هم شاید نداشتین که کتاب مقدس رو بخونید چه کار کردین یا چطور شد که دوباره این عشق تو زندگیت بیاد یا دوباره دنبال این کلام بگردیم عشق کلام از کودکی در من کاشته شد پدر من سی و هفت سال در انجمن کتاب مقدس خدمت کرد عاشق کلام بود بعض اوقات که بچه بودم بعد از نصف شب بیدار می شدم برم دشتوی دیدم که زانو زده و دعا میکنه از بچگی قبل از اینکه من بتونم برم مدرسه یاد گرفتم که کلام خدا رو بخونم الانم نمیدونم چطور اینو یاد پدرم به من یاد داد ما هر روز در خونه صبح دعا و خواندن کلام داشتیم و بعد وقتی که یازده ساله شدم پدرم با روح قدس پر شد یه تجربه بی نظیری داشت 1955 دسام بود همه ما را مادرم و شیش تا بچه داشتن همه رو بیدار کرد و پیامش خیلی ساده بود که اگر عیسی مسیح الان بگرده برگرده شما حاضرید ما هیچ کدوم نمیتونستیم بگیم که بله حاضریم یه توبه چندین بار توبه کرده بودم باز هم توبه کردیم و اون را رو روح قدوس همه ما رو پر کرد بی نظیر بود و بعد از چند هفته که اوایل 1956 خونه ما هر روز جلسه دعا و کلام بود. عصر که میشد ساعت 6 7 به بعد بعضی تا نصف شب طول میکشید. سالی 365 روز، جز اون سالی که 366 روز بود، هر روز ما جلسه داشتیم. خیلی از خیابون میتونستن زنگ بزنن بیان تو از کلیساهای مختلف اصوفی پریزبیتری و کلیساهای دیگر می خدا زندگی مردم عوض کرد و ما یاد گرفتیم هم خواندن کلام و هم دعا رو و این در زندگی ما رو نه ترک نکرد خیلی چقدر زیبا گفتید خیلی وقتا ما یه کتاب مقدس شاید به اون فقط یه کتابی برمیداریم که روخونی بکنیم ولی چقدر پری روح و با خدا بودن کلام خوندن و دعا مرتب روزانه از چیزی که شما گفتید و این تو روزای شروع ما بعضی وقتا کم رنگ میشه ولی شما همیشه هم اینو اهمیت دادید چه شما میدونم خیلی قسمت های کلام هستش که دوست دارید و لذت میبرید ولی یک قسمت کلام یا یک شخصیتی یا یک داستانی که خیلی شما رو تقویت کرده یا کمک کرده تو زندگیتون چی بوده؟ خب مثلا شما مزمور 119 رو که بخونید هر آیه راجع به کلامه 119 مزمور 19 و این اواخر بعد از ده ها یعنی <laughs> <izes> چقدر میشه من سال آینده میشم 80 سال اگه خدا امروز بده اون که این کلام قدرت خودش رو از دست نداده کلام بی نذیره. کلام حیاته <applause> کلام تو برای راه های من چراغه اوکی؟ نوره بدون اون او که در نمیشه در تاریکی نمیشه اوکی؟ ام. نور ما رو آزاد میکنه شک و از بین میبره وقتی کلام خدا رو میخونیم با قلب ما صحبت میکنه این که نه تند خونیم بریم این کلام باید در قلب ما باشه باید اینو حفظش کنیم بعد خدا روز و این کلام به یاد ما میاره مخصوصا در اون روزهای تاریک که دشمن سخت میخواد ما رو ناراحت بکنه بترسونه. چون که استراتژی دشمن دروغ و ترسه کلام حقیقت حقیقت رو خواهد شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد خوندن و رد شدن معنی نداره ما ما این وظیفه نیست اوکی یه برکته اگه وظیفه باشه خ... سخت سخته ما میخوایم که خدا راضی نگه داریم نه خدا میخواد ما رو برکت بده آمد. میتونی برای این عزیزانمون دعا کنی هم هر یکیشون در خونه خودشون شب با هم دیگه جمع هستن و دعا میکنم که هر یکی از ما مثل شما به 80 سال که داریم میرسیم که مثل شما عشق داشته باشیم برای خدا و برای کلامش میتونی برای عزیزان دعا کنید آها خداوند تو رو شکر میکنم که ما رو دوست داری و روح تو برای هدایت ماست برای تقویت ماست خداوند تو رو شکر میکنیم که روح و فرستادی که با همیشه با ما بمونه. دعا میکنم که عزیزانی که این برنامه رو میبینن خداوندا روی تو ملزم کنه. در هر وضعی که در زندگی هستن خداوندا با اونها صحبت کنه. از طریق کلامت با اونا صحبت میکنه یه عشق کلام کسانی, ب... یه کسانی که این برنامه رو میبینن به وجود بیار خداونده و خواهش میکنیم برای یک یکی که ما که این عشق بیشتر و بیشتر بشه و مهمترین ساعات زندگی ما باشه که با تو باشیم برای جلال نام تو آمین آمین